مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران با شرکت همه هموطنان و یاران اشرف نشان، مسعود رجوی، 30 دی 91، قسمت سوم. فضیحت عمل کرده این آقای کوبلر رو بیشتر از این نمیشد برملا کرد. قبل از اون هم 2 هفته پیش دیدیم اون سند تکاندهنده خیانت به حقوق بشر و حقوق پناهندگان و اصول بنیادین ملل متحد رو که معلوم شد سال گذشته 1 سال پیش در همین ایام دقیقا به تاریخ 19 ژانویه 2012 درست 1 سال پیش در چنین روزی کمیساریای عالی پناهندگان در سند خودش به کوبلر گفته بوده است که آقا این لیبرتی که نه زیر ساختش آماده است، نه جنراتورش، نه پمپ آبش، نه توزیع آبش، نه منابع تخلیه آبش، نه مسیرهای تخلیه آبش، همین چیزهایی که این بار در بارندگی دیدیم که در میان صحرا از لیبرتی انگار دریاچه ای ساخته بود. اما آقای کوبلر این رو نادیده گرفته و با فریبکاری و صنعت فتوشاپ و به کار گرفتن مستخدمی تحت عنوان کارشناس سرپناهسازی اقداماتی انجام داده است که به قول حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی و آمریکایی، از جمله در پارلمان اروپا، اقداماتیست مجرمانه. نامه نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از سوی 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا به دبیر کل ملل متحد، 3 ژانویه 2013. نتیجه این رویکرد و این فریبکاری آشکار، یک جابجایی اجباری ساکنان، بی خانمان کردن آنها در نقض واضح معیارهای کمیساریا و تحت نام سازمان ملل بوده است. تحت هیچ شرایطی هیچ کس با مینیموم پرنسیپ نمیتواند سکوت کند. من بار دیگر از شما میخواهم به خاطر جلوگیری از ادامه نقض حقوق ساکنان اشرف و لیبرتی، برای جلوگیری از نقض استانداردهای انسانی و حقوق بشری و مهمتر از همه به خاطر حفاظت از ارزش‌هایی که ملل متحد بر آن بنا شده است، یک نماینده شخصی و بی‌طرف که مورد قبول همه طرف‌ها باشد، برای تحقیق درباره اشرف و لیبرتی و از جمله این فریبکاری و تقلب آشکار مشخص کنید. عدم تحقیق درباره هر قانون شکنی و جنایتی عملاً تشویق و فراخوان به تکرار آن است. در گزارش‌ها خواندم که او کوبلر میگوید که کماکان از حمایت آمریکا و دبیر کل برخوردار است. چشم ما روشن از چنین حمایتی از
خیانت به حقوق بشر و ارزش‌های بنیادین ملل متحد. یادتون هست که همین دو هفته پیش ساندی تلگراف نوشت که این مقام ارشد سازمان ملل با این سند متهم است به فریفتن هزاران نفر برای رفتن به یک زندان یا اردوگاه‌های مشابه فاشیسم هیتلری. هم خط با همین استنباط هیئت آمریکایی از سیاست حکومت عراق، از این پیشتر آقای بومدرا مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل به مدت 3.5 سال که در اعتراض به کوبلر استعفا کرد، که دبیرکل خودش قبلاً او رو بومدرا رو تحت عنوان مشاور ویژه یونامی در امور اشرف به نمایندگان کنگره آمریکا معرفی کرده بود، همین آقای بومدرا گفت که شرط انجام هر کاری، اصلا شرط دسترسی به هر چیزی در عراق این است که شما طبق خط و سیاست دولت عراق یعنی حکومت مالکی با اشرف و اشرفی ها برخورد کنید. امروز هیئت آمریکایی میگوید که در مسئله اموال مالکی بقا یا فنای قدرت خود را می‌بیند. Since the arrival of Sarah J. Kobler, things became so flagrant and so blatant that United Nations is there to close down Camp Ashraf, and that was clearly done by the MOU, the Memorandum of Understanding. To have access to anything in Iraq, you have to go in line of the government's policy on Ashraf, because we are there to report and to keep everybody happy. When the Al-Maliki is happy, the Secretary General of the United Nations is happy. جلسه‌ای که در پارلمان استونی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد، لورد مگینس گفت که اصلا این مارتین کوبلر نقش خودش رو در ارائه تصویر مورد پسند مالکی می‌بیند، چیزی که امروز تظاهر کنندگان و قیام کنندگان عراقی هم اون رو فریاد می‌زنند. لورد مگینس گفت که روشنه که این کوبلر کاملا تحت تأثیر ملاهای ایران است. It is repulsive, Martin Kobler, who sees his rule as painting a picture that suits Nouri al-Maliki while he is totally under the influence of the Iranian mullahs. از اون پیشتر در کنفرانس بین‌المللی پاریس جولیانی گفت که کوبلر به ما قول داد، مستقیما به من و همکارانم قول داد، در ملاقاتی که همه ما با او داشتیم قول داد که دارایی‌های ساکنان اشرف منصفانه به فروش خواهد رسید، ولی الان قولش رو شکسته و گفت با شکستن قولهات که نمیتونی در بری و ما باید اطمینان پیدا بکنیم که به این قول عمل بشه. Ambassador Kobler must live up to the promise that he made to me directly, to my colleagues directly when we all met. He gave us his word that the property of the people at Ashraf would be sold, that it will be done fairly and it will be done properly. And so far, he has reneged on that promise. He has not lived up to that promise.
And we are going to continue to dog him until he does. You don't get away with breaking promises, not to us. We will make sure that he keeps that promise. پاتریک کندی گفت که راه حل این است که مارتین کوبلر باید از موضع نمایندگی سازمان ملل کنار بکشه. And I want to join my colleagues in pleading with the Secretary General of the United States to remove Martin Kobler as the ambassador in charge of liberty and Ashraf. Martin Kobler has been complicit in the harassment and persecution and terrorizing of the people of Ashraf and Liberty, and he continues to this day. Martin Kobler, you must step down as the UN commissioner. John Bolton گفت که مواضع کوبلر جلوگیری کننده است، صدمه زننده است. مداخله کوبلر در کار کمیساری عالی پناهندگان صدمه است اصلا. The performance of the United Nations over these past few years and continuing today remains utterly unacceptable. The UN has done itself grave damage by allowing Martin Kobler to supplant the work of the UN High Commissioner for Refugees. This is damage to the High Commissioner. خانم بتانکور گفت که استعفا استعفا چیزی که امروز توده های قیام کننده در عراق میگویند. We have been witnessing how Ambassador Kobler has handled the situation. Nous avons été tous témoins de la façon dont l'ambassadeur Kobler a développé ses actions comme membre ou comme fonctionnaire de l'ONU. De temps en temps, je me demande si les fonctionnaires de l'ONU ou si les fonctionnaires du gouvernement irakien. Et quand on se pose cette question, c'est tellement grave que la seule solution qui nous reste, c'est de demander la démission de l'ambassadeur Kobler. Et si ce n'est pas sa démission, qu'il soit remplacé. Oui. Qu'il soit remplacé par une personne qui nous donne des garanties. Now it's the time to demand justice, and Mr. Kobler will have to step down. And General Phillips said that the regime of Mullahian, even with the help of you, Mr. Kobler, can't destroy the spirit of resistance in the Mujahideen. Mr. Kobler, I hope you're watching. You have been no help to anyone other than the Mullah's regime. The Mullah's regime, even with your help, Mr. Kobler, will never break the spirit of the resistance. در پارلمان انگلیس برایان بین لی گفت که به سازمان ملل میگویم که شرم بر شما باد و بر اعمال کوبلر که این چنین نام سازمان ملل متحد رو خدشه‌دار می‌کند. In fact, Kobler's actions are opening the way for the government of Iraq to plunder the residents' wealth, steal millions of dollars worth of property from the residents under the direct supervision of the UN. And I say to the UN, shame on you. And Mr. Kobler should get a message from this place. From this seat of democracy, that his actions have smeared the very name itself of the United Nations. David Ames. Kobler دیگر یک میانجی بی‌طرف نیست، سخنگوی دولت عراق است. ما می‌خواهیم او بلادرنگ جایگزین شود. Mr. Kobler, I'm sorry to say, did not deserve the respect that has been given to him. Mr. Kobler is no longer an independent mediator, but rather a spokesman for the Iraqi government. Martin Kobler should go, and he should go now. Yeah. We would like him to be replaced immediately. Is
to actually put pressure on the Ashrafis to distance themselves from the MEK. And you will notice that the MOU was signed by Kobler on behalf of the United Nations. Why? The UNHCR said, no, we don't want to be part of this deal. So Kobler signed on behalf of the whole organization and made it an instrument for relocation. This is not a relocation, this is an eviction, a forcible eviction. And there are rules and regulations that apply to forcible eviction. And also the role of Kobler is a facilitator. Here is a facilitator who is imposing himself to facilitate. As long as you impose yourself to facilitate, you are not a facilitator. From Tahrir Boubedra, as we following him, as a very distinguished expert, and I listened carefully to what he said, particularly about Kobler. We should get rid of Kobler if we possibly can. A louder voice to draw attention to the iniquities that are perpetrated by Kobler, to the great disadvantage of the people who are suffering these appalling conditions in the so-called Camp Liberty. I must say, there couldn't have been a more ironic name given to a concentration camp in history. همچنان که دوستان عراقی ما میگویند که کوبلر که نماینده ملل متحد در نزد دولت عراق نیست، نماینده دولت عراق در نزد ملل متحده و البته رژیم آخوندی. در مجلس ملی فرانسه گفتند که لیبرتی که وضعیت خوبی نداره، این یه بازداشتگاهه و پشتش هر بار دستهای نامرئی رژیم ایران است که نخارا میکشد از طریق کوبلر. البته سال گذشته گفت همین ایام آقای استیونسون که احساس میکند که کوبلر از استانداردهای بیطرفی خیلی فاصله گرفته، از کار حرفه‌ای و بیطرف بودن، به جای اینکه طرف مظلوم و تحت ستمی رو که حقش خورده شده، یعنی طرف اشرفی ها رو بگیرد، طرف ظالم و جلاد یعنی حکومت عراق رو گرفته. احساس می کنم که شما از استانداردهای بیطرفی که من انتظار داشتم فاصله زیادی گرفته اید. من قبل از این هم به شما نوشتم که حرفه‌ای بودن و بی‌طرف بودن در کار شما این است که طرف ساکنان اشرف را بگیری، نه اینکه طرف عراق را. از نامه استرامن استیونسون به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد 16 ژانویه 2013. ساکنان اشرف و لیبرتی از یک مشکل بنیادین رنج می‌برند. رفتار جانبدارانه مارتین کوبلر که تا کمر خم می‌شود تا دولت عراق را در هر فرصتی راضی نگه دارد. و بعد نیروها و شخصیت‌های عراقی را دیدیم که خواستار تعویض کوبلر می‌شوند، یکی بعد از دیگری، نه فقط در مورد مسئله مجاهدین و اشرف که بارها و بارها گفتند، مثل دکتر ظافرالعانی، بلکه در مورد مسئله عراق که اینقدر در میز مالکی بازی نکن. العراقیه از دبیر کل ملل متحد خواستار تعویض نمایندهش در عراق مارتین کوبلر است، زیرا او در اداره پرونده حقوق بشر و روند دموکراتیک در عراق که مفروض بود تحت نظارت ملل متحد صورت می‌گیرد و همچنین در پرونده سیاسی که می‌بایست مانع از دخالت‌های خارجی در امور داخلی عراق شود، شکست خورده است. او از طریق اظهاراتش که به دخالت‌های رژیم ایران در امور داخلی عراق مشروعیت می‌بخشد،
عملاً به پلی برای دخالت‌های ایران در عراق تبدیل شده است. العراقی معتقد است که مارتین کوپلر بعد از اینکه بی‌طرفی و استقلال خود را از دست داد، دیگر به عنوان نماینده ملل متحد در عراق مورد استقبال نیست. مارتین کوپلر چه از نظر سیاسی و چه از نظر انسانی خلاف مسئولیت اصلیش که به خاطر آن در عراق حضور دارد عمل کرده است. مجلسگویی کوپلر از مالکی در روز جهانی حقوق بشر. مارتین کوپلر در یک مجلسگویی محوه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در حضور مالکی گفت: صحبت‌های نخست وزیر همان برنامه‌ای است که سازمان ملل درباره حقوق بشر دارد. این التزام درست و واقعی نسبت به حقوق بشر است. I must say I was very much inspired by the speech of the Prime Minister just now. لقد ألهمني حديث السيد معالي السيد وزير رئيس الوزراء. I think the speech reflected exactly what is also on the agenda of the United Nations. باعتقادي أن كلمة معالي السيد رئيس الوزراء تعكس تماما أجندة الأجندة الموجودة على طاولة الأمم المتحدة. This is the clear commitment to the basic human rights. This is the political rights in the first instance. هذا هو الالتزام الحقيقي والصحيح بحقوق الإنسان. With its limitations also. ولكن لحدودها أيضا. أن الأمم المتحدة موجودة في العراق ومنذ فترة ليست قليلة نحن نرفع لها تقارير نؤشر فيها عمليات انتهاكات، وقبل أسبوعين كنا قد قدمنا وثيقة رسمية بوفاة 34 معتقل خلال 4 أشهر فقط في سجون وزارة العدل، ولذلك هذا ما يجعلنا نشك حتى في دور الأمم المتحدة على أنها متواطئة مع السياسات المتبعة داخل العراق. نینا 25 آذر 91 خانم میسون دملوجی سخنگوی لیست العراقیه: مارتین کوپلر دروغگوست و به مردم عراق و مشکلات آنها توجهی ندارد و در انجام مسئولیت خودش موفق نبوده است و ما از سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا خط و مشی خلاف عملکرد چند ساله اخیر خود در پیش بگیرد و مدافع مردم عراق باشد و نه مدافع دولت، اهم از این که دولت مالکی باشد یا دولت هر کس دیگری. ما از دولت عراق و مارتین کوپلر خواستیم تا با ساکنان کمپ اشرف تا زمان انتقال به کشور دیگری به صورت انسانی رفتار شده و به آنها تعدی نشود، به خصوص که آنها از زمان دولت علاوی بدون سلاح هستند. اما متاسفانه با آنها مطابق با خواست و منافع کشور همسایه رفتار شد و این خلاف منافع و ارزش‌های اخلاقی عراق است، چرا که آنها هرچه باشد انسان هستند، به خصوص که بسیاری از سیاستمداران فعلی عراق هم در گذشته در کشورهای دیگر پناهنده بودند. سایت خبرگزاری عراق 24/9/91 شیخ دکتر محمد بشار الفیضی سخنگوی هیئت علمای مسلمین: کوپلر از دولتی تمجید می‌کند که روزانه حقوق بشر را نقض می‌کند و برای سازمان ملل متحد ننگ است که او را نماینده خودش در عراق کرده است. عراق مبتلا به بدترین نمایندگان سازمان ملل متحد شده است. مارتین کوپلر به عنوان کارمند مالکی و حتی کارمند شبه نظامی او دارد کار می‌کند و ما شاهد فعالیت‌های عجیبی از سوی او بودیم. کوپلر در برابر نقض حقوق بشر در عراق سکوت می‌کند و از دولتی تمجید می‌کند که روزانه حقوق بشر را نقض می‌کند. درخواست تغییر کوپلر از سوی سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های عراقی یک درخواست عادلانه است و برای ما عجیب نیست. آنچه که عجیب است این است که نهاد و یا سازمانی مانند سازمان ملل متحد بپذیرد که کوپلر نمایندهش در عراق باشد. این مصیبت بزرگ است. خبرگزاری از سومری نیوز 22/9/91
جنبش کلدانی‌های عراق کوبلر را وزیر سازمان ملل متحد در دولت عراق می‌داند و خواستار تعویض اوست. جنبش کلدانی‌ها از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا به جای مارتین کوبلر نماینده جدیدی برای خودش تعیین نماید و اضافه کرد مردم عراق کوبلر را وزیر سازمان ملل متحد در شورای وزیران عراق می‌دانند. تلویزیون البابلیه 22/9/91. دکتر محمد الشیخلی همچنین در مورد کوبلر گفت: باعث تأسف است که کوبلر وکیل شیطان است و نقش آن در کار ساکنان اشرف ناموفق بوده است. هیچ کدام از تعهداتش در قبال ساکنان را انجام نداده است. قطعاً که کوبلر شخص غیر معتمد است و حتی در گزارشاتش یک تصویر غلط می‌دهد. ما الان تلاش می‌کنیم و تماس‌هایی با بانکمون داریم تا این موضع نمایندگی یونامی در عراق را تصحیح کنیم و ما گفتیم که کوبلر فرد سالم و بی‌طرفی نیست. روزنامه از زمان بین المللی 13/9/91. مثال العالوسی رهبر حزب امت عراق. نماینده سازمان ملل در عراق مارتین کوبلر در مقابل زیر پا گذاشته شدن شدید حقوق بشر و دزدی اموال مجاهدین خلق سکوت می کند. سایت ملف 20 ژانویه 2013. طلال الزبعی نماینده پارلمان عراق از لیست العراقیه: استقبال العراقیه از ماندن مجاهدین خلق در عراق را در صورتی که تمایل داشته باشند ابراز کرد. آخرین گزارشات از کمپ لیبرتی که بیش از 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم ایران در آن زندگی می کنند بیانگر این است که اوضاع معیشتی ساکنان روز به روز بدتر می شود. فاجعه در اینجاست که همه این فشارها و محاصره ظالمانه و غیرقانونی بر لیبرتی به بهانه اینکه این کمپ یک مکان موقت ترانزیت است و نیازی به تأمین نیازهای اساسی ساکنان نیست اعمال می شود. در پاسخ به این بهانه سخیف، اخیراً 133 نماینده پارلمان عراق در بیانیه‌شان اعلام کردند که 10 ماه پس از انتقال اولین گروه ساکنان اشرف به لیبرتی روشن شده است که باز اسکان ساکنان لیبرتی در خارج عراق نیاز به زمانی طولانی دارد. لذا این کمپ یک کمپ موقت نبوده و این نامگذاری منطبق با واقعیت نیست. ما معتقدیم که سازمان ملل باید در زمینه حل این مسئله به عراق کمک کند و مسئولیت این کمپ را به عهده بگیرد و این کمپ را به عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت ملل متحد اعلام کند. از آنجا که طراح و مغز متفکر این وضعیت رژیم ایران است، لجبازی دولت عراق در نادیده گرفتن قوانین بین المللی از سوی این دولت امریست واضح و روشن. ولی آنچه که موجب شگفتی است سکوت و بی‌توجهی سازمان ملل متحد و مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق است که به نحوی مشکوک مانع از اعلام کمپ لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگان تحت نظارت سازمان ملل متحد می شود، بدون اینکه توضیح بدهد که نامگذاری این کمپ به عنوان یک کمپ موقت در چه زمانی به پایان خواهد رسید، امری که مطلقاً غیر قابل فهم است. آقای مارتین کوبلر ساکنان اشرف و جامعه بین المللی را در رابطه با انطباق لیبرتی با معیارهای بین المللی فریب داده است. اگر کمپ لیبرتی به عنوان یک کمپ پناهندگان تحت نظارت سازمان ملل متحد اعلام نشود، درخواست این افراد
برای بازگشت به کمپ اصلیشان اشرف که برای مدت 25 سال در آن زندگی کردند و آن را به خرج خودشان ساختند امری منطقی و بی نهایت ضروری است. در آذر ماه گذشته اون سخنان شرم‌آور کوبلر رو در شورای امنیت دیدیم که به دنبالش اطلاعیه مقاومت ایران اعلام کرده بود که اینکه اخلال، اینکه خرابکاری است در گفتگوها و توافقات فروش دارایی‌های ساکنان اشرف، اینکه کتمان حقایق، اینکه دروغگویی آشکاره، اینکه نقض حقوق پناهندگانه، اینکه تأمین منافع فاشیسم دینی حاکم بر ایرانه، اینکه طرفداری آشکار از این حکومت دست نشانده عراقه، مگر کوبلر و شرکا و پشتیبانان ارزشی رو از ارزش‌های ملل متحد زنده و باقی نگه داشتن؟ ابدا اینطور نیست. و خوشا که مجاهدین پشت سر هم در برابر این ضرب العجل ها ایستادند و می ایستند. این فلسفه اون ابلاغیه بود به طور روزمره در تاکتیک، در عملکردهای یومی سیاسی و به طور استراتژیک با مؤسسان چهارم. سرنگونی رژیم پلید و ضد بشری آخوندی به در 22 آذر نایب رئیس پارلمان اروپا گفت که وقت اون رسیده که ایالات متحده خودش از بابت آسیب‌هایی که به مجاهدین زده به خاطر اون نامگذاری ننگین و اون بمباران و حبس 10 ساله خانگی به فکر غرامت بیفتد. گفت ایالات متحده شاید بهتره که به جد درباره غرامت منصفانه به مقاومت ایران فکر بکند. فکر میکنم حق و حقیقت همین است، کما اینکه مجاهدین از همون سال 1376 1997 میلادی گفتند که یک معذرت به مردم و تاریخ ایران بدهکار میشوید با این نامگذاری. و حالا وجدان‌های بیدار بشریت معاصر هستند که سخن از غرامت میگویند. خب این از آمریکا. We hope the United States will compensate for damages caused by this designation, which was illegitimate from the very beginning, and help to block the road for regime change in Iran. The fact of being in the list has had consequences, material consequences. I dare say that the fact of being in this list has had a cost in human lives. And this is not something we can just take frivolously. And the United States should reflect about this and perhaps think about a fair compensation to the NCRI. حالا از سازمان ملل و نمایندش کوبلر. همچنان که استیونسون گفت در همون اجلاس در پارلمان اروپا به کوبلر گفت که آخه دست تو که روح هست، از آنجایی که 3100 نفر تا همین الان به لیبرتی رفته اند کوبلر میخواهد پرونده را ببندد، 100 نفر آخر را هم بیرون بکشد
تا بتواند اعلام کند یک پیروزی بزرگ برای سازمان ملل متحد به دست آورده که ما اشرف را بستیم و خواسته نوری مالکی را اعمال کردیم. Now Martin Kubler, the UN envoy, wants to close the dossier, get the last 100 out so he can proclaim great victory for the UN. Yeah. You know, we have closed liberty, we have done the bidding of Nouri al-Maliki, who is a puppet, as we know, of the mullahs in Tehran. The UN can wash its hands of the whole affair. All of these people will be crammed into this half square kilometer camp where they formerly were living in a huge sprawling enclave. Now they're crammed into prison-like conditions. به آقای کوبلر اطمینان می‌دهیم که مجاهدین به هیچ قیمت و بهایی نخواهند گذاشت که خواسته نوری مالکی که عین خواسته فاشیسم دینی حاکم بر ایران و خامنه‌ای است اعمال بشود. بر سر مال و اموال بلکه بر سر بقا و فناء مزدوران و دستنشاندگان ارتجاع حاکم بر ایران در عراق برادر است. برای سرکوب مجاهدین و سرکوب مردم عراق، برای سرکوب انقلاب دموکراتیک مردم ایران و انقلاب دموکراتیک مردم عراق، که مجاهدین با یک دهه پایداری در اشرف این دو رو به یک دیگر پیوند زدند و طبق همون بیانیه های مردم عراق، طبق همون بیانیه های تاریخی، این دو لازم و ملزوم یکدیگر شدند. شگفتا که در این یک دهه مجاهدین چگونه به پیش داختند و حالا انگار که خط به خط همون چیزی که از یک دهه پیش در بیانیه 300 هزار مردم عراق، در بیانیه 2,800,000، در بیانیه 5,200,000، در بیانیه 3,000,000 شیعه و در بیانیه های پیاپی اکثریت عظیم اهالی 18 سال به بالای استان دیالی آمده بود، دارد یکی پس از دیگری اثبات می شود و توده های میلیونی با همون حرف ها به میدان می آیند. انگار که روزگار به بار نشستن، محصول دادن و ثمر دادن یکایک اون امضاها، بیانیه ها، دیدارها و گروه گروه مردم عراق است که از شیعه و سنی و کرد و غیر کرد به اشرف می آمدند و اعلام حمایت و پیوستگی می کردند و در اشرف مشعلی یافتند، مشعلی و معبدی و پرستشگاهی و مسجدی، نیایشگاهی برای آزادی و عدالت، برای هر دو خلق در زنجیر، مردم عراق و مردم ایران. دراستی که پیوند این دو انقلاب دموکراتیک هر چقدر هم که به طول بیانجامد و هر چقدر هم که بها داشته باشد، گرامی و مبارک باد.
همین دو روز پیش از ماهواره دیدیم که نماینده پارلمان اروپا از لهستان گفت که فرستاده سازمان ملل مارتین کوبلر مایه ننگ برای ارزش‌های سازمان ملل بوده است. آقای بانکیمون باید او را جایگزین کند. UN envoy Martin Kobler has been an absolute disgrace to the values of the United Nations. General Secretary Ban Ki-moon should replace him because this man is working hand in hand with the Iranian regime against the Iraqi people, including Christians, and also against the Ashraf residents. گفت ماجراهایی که از اذیت و آزار اشرفی ها حالا ما میشنویم بسیار شوکه کننده است. حالا ما داریم با عراق در مورد قراردادهای تجاری صحبت میکنیم، تجارت بین اتحادیه اروپا و عراق. آخه این چجوری امکان پذیره که بی توجه باشیم به وضعیت ساکنان اشرف و لیبرتی و قضایایی که اینها داشتن و بلاهایی که بر سر اونها اومده، به خصوص که این کمپ جدید رو هم به نحو طنزآلودی اسمشو گذاشتن لیبرتی و آزادی. بله، زندان آزادی است که مجاهدین از قبل گفتند. The stories I heard from the former residents were extremely shocking. One woman related how her brother had been killed in the camp by Iraqi forces. So far, the international community have failed the refugees, and that includes the European Union. Baroness Ashton's call for an investigation into the Ashraf massacre fell on deaf ears. No investigation ever occurred. Instead, we're here discussing a trade agreement. We can't turn our backs on the refugees of Camp Ashraf and the new camp, which is almost mockingly named Camp Liberty. The challenge of rebuilding Iraq is a great one, but we must never lose sight of the fragile human rights situation in the country. برنامه پارلمان اروپا از ایتالیا که گفت عیناً حرف خودتون رو، یا ساکنان لیبرتی باید به اشرف بازگردند و یا شناسایی لیبرتی رسماً به عنوان کمپ پناهندگی. Chiedo che la baronessa Ashton e le Nazioni Unite si attivino per far riconoscere Camp Liberty come campo profughi, con i relativi diritti per i suoi residenti, oppure che si permetta loro di tornare da Ashraf in attesa di una soluzione condivisa alla tragica situazione in cui si trovano. Alla luce dei fatti occorre anche verificare il corretto operato di Martin Kobler, rappresentante ONU in Iraq. Bale aspish koftid va elam ham kardid che in yek jabejayi فریب کارانه و بی خانمان کردن اجباری پرخطعه بود. اما در هر حال همچنان که نوشتید و نوشتند، بارها به کمیسر عالی هم نوشتند، یا کمپ پناهندگی مانند دیگر کمپ های پناهندگی و نه زندان، با حق به تردد آزاد، کار انتفاعی و برخورداری از همه حقوق پناهندگی در لیبرتی و یا بازگشت به اشرف. یادتون هست که ماه گذشته دکتر علاوی بار دیگر گفت که یکی از بزرگترین اشتباهات آمریکا در عراق این بود که کشور ما رو به رژیم ایران تسلیم کرد. من الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت مجموعة من الخطايا، مو الأخطاء، الخطايا، واستمرت هكذا لحين الانتخابات الأخيرة اللي حصلت. وجرى حديث بيني وبين نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بلي قلت له
ايش كنتوا خسرانين انتوا لو سمح للعراقية ان تحاول ان تشكل الوزارة، والدستور يقول اذا فشلت بعد شهر فمن حق رئيس الجمهورية ان يكلف شخص اخر لتشكيل الوزارة بعد ان تفشل العراقية. فقلت لما كان الافضل انه انتم ما تصطفون مع ما رادت ايران ايضا في هذا الموضوع. كانت ايران واقفة كالسد بالضد من العملية السياسية في العراق، وبالضد من العملية الانتخابية يعني، وبالضد من الممارسة الديمقراطية لأسباب أجهلها الحقيقة أنا. بس قالوا إحنا العراقي، حتى أنا أتذكر قلت يا أبا أنا مو بالضرورة أنا أشكل الوزارة، بس أي واحد آخر من الأخوة بالعراقية ممكن يشكلها. قالوا لا، العراقية كلها ممنوع، خط أحمر كل العراقية. هذا هو يقودني إلى أن أذكر بوضوح أنه ما سوته أمريكا من خطايا خلى العراق يقع فريسة أمام الدول الأقليمية بعضها وفي مقدمتها إيران، بحيث قدرت تستولي على أجزاء كثيرة من الأوضاع العراقية السياسية. از این پیشتر در سالهای قبل هم گفته بود و خبرگزاری ها در همون زمان منعکس کردند، از جمله در سال 86 که منحل کردن مؤسسات عراقی، مؤسسات ملی عراقی توسط آمریکا در این کشور، اشتباهات استراتژیکی بود که نیروی اشغالگر در عراق مرتکب شد و این نقطه آغاز و عزیمت اشتباهات پیافی بعدی بود. واسطه اشتباه استراتژیک نام برد که بعدیش کشاندن کشور به سمت فرقه گرایی بود و این تقسیم طائفی بین شیعه و کرد و سنی در ساختاری که آمریکا از خودش برای عراق باقی گذاشت. خب اگر که رئیس جمهور است، چرا همه مردم حق ندارند رأی بدند به کسی که خودشون ذی صلاح میدونند و انتخاب میکنند؟ و مهمتر از همه، جز اون سه اشتباه استراتژیک، سکوت در برابر مداخلات خارجی، یعنی رژیم ایران، یعنی اون چیزی که از روز اول مجاهدین پرچمش رو برافراشتند، در زمانی که هیچ کس جرأت نداشت در زمان اون شورای منحل حکومتی حرفش رو بزند. این رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بود که گفت صد بار از بمب اتمی هم تقدیم عراق در سینه طلایی به رژیم ایران خطرناکتر است برای این منطقه. خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون صد بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. تکرار می کنم، خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون صد بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. و حالا رفسنجانی است که در حول و ولا اینکه مبادا این رشته پاره بشود، میگوید رشته‌ای که ما تو این 10 سال از عراق به سوریه و لبنان و فلسطین و مدیترانه کشیدیم، اگر پاره بشه، مثل نخ تسبیح اگر پاره بشه، خیلی بد میشه ها. هاشمی رفسنجانی: شانس بقای حکومت سوریه بسیار اندک است. هاشمی همچنین به مقامات عراقی توصیه کرد تا در کنار توسعه زیربناهای اقتصادی و پروژه‌های عظیم نفتی، به رفاه مردم و اشتغال نیروهای بومی نیز توجه داشته باشند. هاشمی: مسئله سوریه هم یکی از نگرانی‌هایی است که من خودم شخصاً دارم. آینده سوریه بر عراق چه تأثیری خواهد داشت؟ تا این حکومت‌های علوی در آنجا بود، زمینه مساعدتر بود. ظاهراً هم شانس بقای بسیار کمی هست. من نمی‌دانم شما اوضاع را چگونه می‌بینید. انسان نگران می شود که اگر مسئله سوریه تمام شود
اینها به سمت عراق بیایند. سوریه نباید طوری باشد که راه شما و ما بسته باشد. ما باید سوریه را داشته باشیم. از لبنان تا اینجا اگر این رشته پاره شود اتفاقات بدی می افتد. داشتم یادآوری میکردم حرفای علاوی رو. در مهر ماه سال 86، 5 سال و اندی پیش، تکرار کرده بود آنچه رو که قبلن هم وقتی مالکی روی کار آمد گفت که این همه میگویید حزب بعث و اینطور حرفا، خب الان که با مالکی وضعیت بسا بدتره. بله، این همون نتیجه بزرگترین اشتباه استراتژیکی تاریخ معاصر آمریکا در سیاست خارجی است که قیمت اون رو باید ما و مردم عراق، مردم ایران و مردم عراق و مردم منطقه بپردازند بر اساس منطق کس نخورد. خوشبختانه که موسم بهار عراق که از 2 سال پیش مقدمش رو ما گرامی داشتیم و مجاهدین 1 دهه قیمتش رو پیاپی پرداختند، هر روز پرداختند، دوباره فرا رسیده است. با قیامی که پیوسته اوج میگیرد. به همین خاطر و در این شرایط، در مرحله سرنگونی و به قول مجاهدین بند سین، اعلام مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی بشارتی است با اهمیت مضاعف برای خلق در زنجیر ایران. مجاهدین قیمت رو دادند در طول 34 سال گذشته و معنی اون رو هم می فهمند. کدام سال، کدام ماه، کدام هفته یا کدام روز بوده است در این 34 سال که مجاهدین قیمت پر رنج و خون رو ندهند. اما خوشبختانه که رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران، ضامن پیروزی محتوم خلق ماست و هر روز چشماندازش روشن و روشنتر می شود. باز هم گرامی و مبارک باد. پیش به سوی برپایی یکانها و دسته های ارتش آزادی بخش ملی در سراسر میهن اشغال شده. بلادي يا شعب
Thank you.